مخاطرات زمان، مشکلات و حوادث و دشواری‌های زندگی از جهت اجتماعی و سیاسی نگذاشت که من بتوانم این مجموعه رو در بقیه بخش‌های آن کامل کنم. می‌خواستم در مورد همه پیشوایان دین یه مجموعه اینچنینی بنویسم، اما فرصت برای من مهیا نشد. ولی دوستان که این مجموعه رو دیدند اونچنان به وجد آمدند، همان حکایتی که شیخ در ابتدای گلستان میگوید و دیباچه گلستان رو مطرح میکند، وقتی که دوستان این رو دیدن منو تشویق کردن، گفتن پس تو بیا یه مجموعه مستقلی رو گردآور و فراهم کن از سخنان علی. با این تحقیقی که تو کردی و این گردآوری که داشتی جای چنین سخنی میرود. من آستین همت بالا زدم، با تمام مشکلاتی که پیش روی من بود و ناگواری هایی که مهیا شد اقدام به این امر کردم. دوستانی که آشنای با تاریخند می دانند سید رضی، همین شریف رضی رو اشعر و شعرای قریش می گویند، یعنی شاعرترین است. دو جلد دیوان خود این مرد چاپ شده است، الان در اختیار ماست، استفاده می کنیم. اشعاری قرا، عجیب، امین، بسیار پرمغز، که در میان ادب عرب یه متن کلاسیک درسی است. مجموعه اون چه از این بزرگوار به یادگار باقی مانده است و در اختیار ماست. هنگامی که آستین همت بالا میزند، این مجموعه که اشاره کردم 241 خطبه، 480 حکمت و 79 نامه رو انتخاب میکنه از میان تمام کلماتی که میتواند از امام علی برگزیند و در اختیار بگیرد. این مجموعه رو گردآوری میکند. انتخاب مرحوم شریف رضی نوعاً بر اساس اون زیبایی و مشهور بودن و موضوعاتی که بیشتر گمان می کرده است که حاجت جامعه است و نیاز انسانها بوده کنار هم قرار گرفته است. در این عصر و زمان ما مردان بزرگی آستین همت بالا زدن. در این چند صد سال اخیر با اومدن احساس کردن حاجت به این است که مجموعه دیگری از سخنان امیرالمؤمنین رو که یا قبل و بعد این خطبه هاست و این سخنان است یا در همین حوالی و حواشی گفته شده است، اینها رو گردآوری کنند و جمع کنند. این کار رو انجام دادند. مجموعه هایی نوشته شد با عنوان مستدرک نهجالبلاغه، یعنی چیزهایی که از نهجالبلاغه باقی مانده است و حاجت به نوشتن است. آخرین اون مجموعه ها که بسیار نفیس و قابل تأمل است، یه مجموعه 7 جلدی است که این رو سید صادق موسوی نوشته است. این عالم بزرگوار ساکن لبنان، این مرد بزرگ کتابی نوشته است 7 جلد تمام و نهجالبلاغه. از چاپ این کتاب چیزی نمیگذرد، چند سال بیش نیست. تمام و نهجالبلاغه یه تحقیق فراوان و گسترده‌ای رو انجام داده است. در این جلد اول 120 صفحه منابع کتاب خودش رو یک به یک می نویسد که از این منابع و مآخذ من مجموعه سخنان ننوشته علی ابن ابی طالب را نوشتم، یعنی اونهایی که کنار هم گرد نیامده است و در مجموعه های پراکنده تاریخی، حدیثی، روایی مطرح بوده است. این کتاب هم بسیار نفیس و قابل تأمل و قابل استفاده است. من اجازه بفرمایید یه جمله کوتاهی رو از مقدمه شریف رضی بر نهجالبلاغه میخوانم و سریع به خیلی سریع ترجمه میکنم خدمت دوستان و اونگاه قسمت های دیگه از بحث رو مایلم که اگر فرصت و رخصت بفرمایید تقدیم کنم. سید چنین میگوید و من عجائبه، 3 صفحه مقدمه دارد. در این 3 صفحه این که خودش نوشته است در سال 400 تاریخ میزند که این مقدمه رو من تمام کردم و کارم رو تمام کردم، اینطور بازگو میکند. و من عجائبه علیه السلام التي انفرد بها، از عجیبترین ویژگی های این سخنان و این شخصیت که متفرد است، یعنی یکتاست، در این ویژگی شریکی در این ویژگی ندارد، این است که و امن المشارکه فیها، هیچ مشارکی ندارد. ان کلامه الوارد فی الزهد و المواعظ، سخنانی که در زهد میگوید، در موعظه میگوید، در تذکر میگوید. اذا تأمله المتأمل، هنگامی که انسان تأمل میکند و فکر فیه المتفکر، انسان با تفکر و اندیشه در لابلای این کلمات فرو میرود و
و خلع من قلبه یک بار از دل کنده می شود کنه کلام مثله ممن عظم قدره. این سخن یک کسی است که در یک مستوای بلندی از معرفت و دانش بشری سخن می گوید و نفذ امره، سخنی بسیار نافذ و احاط بالرقاب ملکه، زنجیر در گردن آدمی می افکند و آدمی را اسیر کلام خودش می کند. این متکلم به این گوینده لم یعترضه، دقت بفرمایید، لم یعترضه شک فی انه کلام من لا حظ له فی غیر زهاده، لا حظ له فی غیر زهاده. به این باور میرسد که این سخنان رو یه زاهدی گفته است که چیزی جز زهد پیش ندارد و نا شغل له غیر العباده و اشتغال اون تمام زندگی به عبادت است. قد قبع فی کسر بیت کنج خانه ای نشسته است و انقطع الی صفح جبل، در یه دل قاری خانه کرده است. لا یسمع الا حسه، صدای خودش رو خودش میشنود و لا یرا الا نفسه، فقط خود رو میبیند، با کسی کاری ندارد و لا یکاد یوقن بانه کلام من ینقمز فی الحرب، نمیتواند تصور کند که این سخنان کسی است که هنگامی که پای به میدان نبرد میگذارد در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تدانی کیستی. لا یکاد یوقن بانه کلام من ینقمز فی الحرب مسلتا سیفه فیقط الرقاب و یجدل الابطال، این سخن همون کسی است که شیران رو بر زمین میافکند، پهلوانان رو بر خاک میافکند و اونجا که مقام جدال و جهاد است چنین مقابله می کند. و هو معتل کلحال زاهد و زهاد و بدل الابدال، این با همین حال زاهد زاهدان است، با همین خصوصیتی که قبضه شمشیر او چنان برخشی دارد، این صدای ناله های سوگمندانه او در فراغ یار و دیار چنین گوش جان رو نوازش می کند. سید به زیبایی ادامه می دهد و می گوید و هذه من فضائله العجیبه، برای من رضی که این مجموعه رو گردآوری می کردم هرگاه به این نکته ها می رسیدم من رو تکان می داد. از یه سو این سخنان لطیف عارفانه زاهدانه، از یه طرف اون کلماتی که رو سیوف من الدماء ترو من الماء، شمشیر را از خون سیراب کنید تا آن که لبهای شما از این فرات سیراب شود. اون روزی که در صفین به یاران خیش داره میگه و داره توصیه میکنه، فرمود حاضهی من فضائله العجیبه و خصائصه اللطیفه، این از ویژگی های این مرد است که این رو من در کسی ندیدم و نشنیدم و گمان نمی کنم این جامعیت سخن و کلام در انسانی گرد آمده باشد. از این قسمت استفاده میکنیم حقاً همین گونه که شریف رضی مطرح میکنند جامعیت نهج‌البلاغه رو، اینی که در نهج‌البلاغه شما با یه دنیای غریبی برخورد میکنید. اگر من یه به اصطلاح عناوین رو کنار هم ردیف کنم برای دوستان خیلی سریع مرور کنیم، اولین نکته‌ای که شما در نهج‌البلاغه میبینید معارف نهج‌البلاغه است، یعنی مبانی شناخت به معنای گسترده اون و معرفت‌های الهی در نهج‌البلاغه. بدون شک توحید نهج‌البلاغه بی‌نظیرترین بخش هاست، یعنی اون خطبه‌های توحیدی امام، آنی که در خطبه اول می‌بینید، شیوه معرفی خدا در نهج‌البلاغه، این اصلا آهنگ و ضرب آهنگ دیگری دارد. در هیچ متنی از متون دینی، مسیحی، یهودی، اسلامی ما نمیتوانیم خدایی مانند خدای نهج‌البلاغه بیابیم. در اون حد و صفاتی که امیرالمؤمنین خداوند رو معرفی میکنند. خب اینها حاجت به باز کردن این بحث و نمونه هایی است که من امیدوارم خود دوستان به این قسمت ها بپردازند. امیرالمؤمنین وقتی فلسفه نبوت رو مطرح میکند در بحث نبوت به زاویه دیگه‌ای به این بحث نگاه میکند، یعنی به عنوان یه مورخ
تاریخ بشر رو ورق میزند، تمام حالات و نیازهای انسانها رو بازگو میکند، به عصر جاهلیت میرسه، ویژگیها و شاکله انسان جاهلی رو بازگو میکند، این انسان به چه چیزی نیاز دارد، بشریت به چه چیزی نیاز دارد، چرا خداوند این پیامبر رو میفرستد، انبیا رو میفرستد. در یه بخشی از همون خطبه اول میآید یثیر لهم دفاع العقول، میان اینها گنجینه استعداد انسانها رو رو کنند، توانمندیهای بشر رو برای بشر به ارمغان بیاورند.